سرخط خبرها. پس از اینکه داعش در ولایت جوزجان ظهور کرد، پسر مارشال عبدالرشید دوستم، یار محمد دوستم، وارد صحنه شد و همچنان کنفرانس فرمت مسکو طالبان همین الان وارد مسکو شدند. و در ادامه پیشبینی غیر قابل باور در مورد اقتصاد افغانستان. و در ادامه طالبان و خانواده های انتحاری زمین توزیع کردند. و در پایان کابلوف به محل نشست کنفرانس فرمت مسکو رسید. سلام، به کانال ما خوش آمدید. کنفرانس فرمت مسکو، طالبان وارد محل کنفرانس شدند. نمایندگان گروه طالبان و رهبری عبدالسلام حنفی، معاون نخست وزیر طالبان، که جهت شرکت در کنفرانس فرمت مسکو و پایتخت روسیه آمدند، وارد محل برگزاری کنفرانس شدند. عبدالسلام حنفی، معاون نخست وزیر طالبان، میگوید که این نشست یک شانس خوب برای تفاهم و شناخت است. طالبان پیشتر اعلام کرد که حضور نمایندگانش در مسکو توسط عبدالسلام حنفی، معاون نخست وزیر طالبان، رهبری خواهد شد. این نشست بر روی مسائل اقتصادی و سیاسی و همچنین مشکلات امنیتی منطقه و افغانستان متمرکز خواهد بود. ذبیح الله مجاهد، معاون وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان و سخنگوی طالبان، گفته است که ما از کشورهایی که قرار است در نشست فرمت مسکو شرکت کنند، درخواست خواهیم کرد که به لحاظ اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک به ما کمک کنند. با این حساب کشورها می توانند کمک و حس مسئولیت پذیری خودشان را نسبت به افغانستان ابراز کنند. حقیقتا اقتصاد افغانستان نیاز به حمایت بیشتری دارد. فرمت مسکو یک مکانیزم گفتگوست که در سال 2017 با هدف رسیدگی به مسائل پیرامون افغانستان تشکیل شد و شامل افغانستان، چین، ایران، پاکستان، هند و سایر کشورها می شود. و چندین دور گفتگو در مسکو در 2017 و 2018 برگزار کرده است. این در حالی است که کاولوف و محل نشست همچنان رسید. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان و مدیر بخش دوم آسیا در وزارت امور خارجه وارد تالار کنفرانس شد. با گزارش سپوتنیک، زمیر کاولوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان و مدیر بخش دوم آسیا در وزارت امور خارجه روسیه، که قرار است در نشست ویژه فرمت مسکو شرکت کند، وارد محل برگزاری کنفرانس شد. وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه گفته است که روسیه، چین و پاکستان مایل به ارائه کمک به افغانستان هستند، اما مسکو هنوز آماده رسمیت شناختن دولت طالبان در افغانستان نیست. عبدالسلام حنفی، معاون نخست وزیر طالبان، میگوید که این نشست یک شانس خوب برای تفاهم و شناخت است. طالبان پیشتر اعلام کرد حضور نمایندگانش در مسکو توسط عبدالسلام حنفی و معاون نخست وزیر طالبان رهبری خواهد شد. این نشست بر روی مسائل اقتصادی و سیاسی و همچنین مشکلات امنیتی منطقه و افغانستان متمرکز خواهد بود. ذبیح الله مجاهد، معاون وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان و سخنگوی طالبان، گفته است ما از کشورهایی که قرار است در نشست فرمت مسکو شرکت کنند، درخواست خواهیم کرد که به لحاظ اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک به ما کمک کنند. با این حساب کشورها می توانند کمک و حس مسئولیت پذیری خودشان را نسبت به افغانستان ابراز کنند. حقیقتا اقتصاد افغانستان نیاز به حمایت بیشتری دارد. و حالا می‌پردازیم به خبرهای تازه از جبهه مقاومت و رهبری یار محمد دوستم، پسر مارشال عبدالرشید دوستم. جبهه مقاومت ملی در جوزجان و رهبری باتور دوستم در حال شکلگیری است. این در حالی هست که متاسفانه یکی از قماندانهای برجسته مارشال عبدالرشید دوستم از این دنیا رحلت کرد. محمد قل قماندان، یک تن از متنفذین ولسوالی چارگانه اندخوی، درگذشته است. او در سالهای گذشته قماندان اربکی در اندخوی بود. جنازه مرحومی در اقامتگاهشان در اندخوی امروز چهارشنبه ساعت 2 بعد از ظهر به خاک سپرده می شود. درگذشت ایشان مایه تأثیر ما گردید. این در حالی هست که تشکیل جبهه مقاومت ملی بر علیه طالبان تروریست توسط انجینیر روح الله خادم، ولسوالی کلفگان ولایت تخار، به رهبری آمر جوان احمد مسعود ایجاد شده و وارد صحنه می شود.
و حالا می‌پردازیم در مورد اقتصاد افغانستان که شوکه خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که اقتصاد افغانستان در سال جاری تا 30% افت و کاهش خواهد کرد. با گزارش سپوتنیک، صندوق بین‌المللی پول امروز با نشر گزارش گفته است که افت اقتصادی در افغانستان سبب افزایش بحران پناهندگان می‌شود و کشورهای همسایه این کشور مانند ترکیه و اروپا را تحت تاثیر قرار خواهد داد. با نقل از گزارش، توقف کمک‌های مالی جامعه جهانی و مسدود شدن میلیاردها دلار دارایی‌های خارجی افغانستان در پی تسلط طالبان بر آن اقتصاد وابسته به کمک این کشور با بحران شدید و تراز پرداخت‌ها مواجه شده است. صندوق بین‌الملل پول گفته است که این موارد سبب بحران انسانی در این کشور خواهد شد. همچنین در گزارش تأکید شده است که آشفتگی در افغانستان به دلیل افزایش شدید مهاجران افغان ممکن اثرات مهم اقتصادی و امنیتی در منطقه و فراتر از آن داشته باشد. صندوق بین‌المللی پول توضیح داده است که هجوم زیاد پناهندگان افغان می تواند باری را بر منابع عمومی در کشورهای میزبانشان وارد کند. در گزارش آمده است که این موضوع سبب می شود تا فشارهای بازار کار افزایش یابد و منجر به تنش‌های اجتماعی شود. و در پایان خبری که باورتان نخواهد شد، طالبان به خانواده های انتحاری ها زمین توزیع می شود. وزارت امور داخلی گروه طالبان اعلام کرده است که به خانواده های هر عامل انتحاری این گروه یک نمره زمین توزیع می شود. با گزارش سپوتنیک، سید خوستی سخنگوی وزارت داخلی طالبان در رشته توییت گفته است که وعده توزیع زمین به وارثان عاملان حملات تروریستی اخیر در دیدار سراج الدین حقانی سرپرست این وزارت با آنان داده شده است. او افزوده است که این دیدار در هتل اینترکانتیننتال شهر کابل صورت گرفته است. در این نشست به هر خانواده عامل حملات انتحاری طالبان مبلغ 10,000 افغانی نیز داده شده است. سراج الدین حقانی در این نشست گفته که قدردان قربانی عاملان حملات انتحاری است. او آن را قهرمان اسلام و وطن خوانده است. او تأکید کرده است که باید از هر نوع خیانت به آرمان‌های شهدا و افراد کشته شده این گروه خودداری شود. وزارت داخلی طالبان در تصاویری که از این دیدار سراج الدین حقانی منتشر کرده، چهره او را پوشانیده است. او تحت تعقیب آمریکا است. اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI پس از انتصاب سراج الدین حقانی جایزه برای بازداشت او را از $5 میلیون و $10 میلیون افزایش داده است. طالبان قبلا اعلام کرده بود که حضور نامهای حقانی و متباقی اعضای طالبان در فهرست سیاه آمریکا نقض توافقنامه دوحه است. این عضو طالبان از 5 سال قبل معاونیت رهبری این گروه را هم بر عهده دارد.